بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر. امیدوار هستم که از تمام درس های متریکس ها و همچنان وکتور در فضا که مربوط به کتاب صنفی 11 میشد لذت برده باشین و همچنان در سی دی هایی که در مجموع متریکس ها تدریس شد و وکتور در فضا خیلی خیلی کامل هست با تمام جزئیات کتاب مکتب و همچنان تمام سوالات کنکوری که ممکن است از متریکس ها و همچنان وکتور ها شامل شود در سوالات ما ذکر کردیم. پس اول امیدوار هستم دانه دانه ویدیو ها را دیده باشین و تماشا کرده باشین و همچنان میتونین برای این که اگر از کدام ویدیو ایشان غیر حاضر بودین میتونین در یوتیوب ابتدا تلویزیون نگار را سرچ نموده و بعد برنامه کنکور در خانه را تمام ویدیوها را از اونجا دوباره ببینین. 100% مفید هست. اول شما میتونید شاگردای گرامی که کتاب صنف 11 را مطالعه میکنید و امتحانات سالانه دارین اول مؤثر است تا شما بتونید امتحانات سالانه ایتان را خیلی موفق سپری کنین و همچنان کسایی که کنکور دارین و کنکوریان عزیز شما ببینین اگر یک تا سوال را شما از فرما خطا کردین هیچ ممکن نیست تمام سوالات که ممکن بود بیاید در فرم ها براتون دانه دانه و روش های حل اونا را گفتیم. یعنی یک دوره سی دی خیلی مفهومی بوده که شما میتونین هم در کتاب های مکتب استفاده کنین هم در امتحانات مکتب و همچنان استفاده کنین برای کنکورتان. حال یک موضوع خیلی کلیدی که در حقیقت سه درستان پله به پله میره بالا و تمامش ارتباط داره شروع میشه. این درس های امروزتان در حقیقت خیلی موضوع اساسی و خیلی هم کلیدی هست که از رابطه منشأ میگیره و میره به سمت توابع و از توابع میره سر لیمیت توابع و از لیمیت توابع سر مشتقات و انتگرال توابع. پس بنابراین از این به بعد درس ها را مسلسل حتما تعقیب کنین و درس های خیلی جالب خیلی مهم و خیلی کلیدی هست و موضوع کتاب صنف 11 شروع میشه. اما قبل از اینکه ما براتون کتاب صنف 11 شروع کنیم درس های رابطه را چند موضوعی که مربوط به اون میشه براتون تکرار میکنم که از جمله نوشته کردیم چی ست ها. این ست چی هست؟ ست مجموعی از اشیا براتون تعریف کرد، گفت مجموعی از اشیا اشخاص یا اشکال ها اگر بیای واقع شوه این به معنی چی یاد میکنه؟ ست یاد میکنه. اگر شما مفهوم ست رو درک نکنین میتونیم یک مثالی بدیم که اصلا خیلی زود بفهمین و خیلی هم مفهومی یاد بگیرین. چند نفر حالا داره تلویزیون نگار نگاه میکنه و برنامه کنکور در خانه رو تماشا میکنه؟ اگر ما بیایم کل تان رو در یک مجموعه بگیم تماشاچی های برنامه کنکور در خانه چقدر نفر است؟ فرض کنین باشه 2000، 3000، 10000 نفر. این مقداره که میگیم 10000 نفر، پس شما رو باید نامتان نوشته کنیم. احمد است، محمود است، الیاس است. کل تان میشین یک ست، یک مجموعه میشین، یک گروپ میشین که داره برنامه کنکور در خانه رو تماشا میکنه. این میشه معنی چی؟ ست. و ست را معمولا به شکل علامه از این نمایش میده و حرفای بزرگ انگلیسی استفاده میکنین، میگن ست ای. حالا داخل از این گفتم شما رو میگیم کسایی که برنامه کنکور در خانه رو تماشا میکنه، حالا مجموع کسایی که برنامه کنکور در خانه رو تماشا میکنه میشه یک ست. حالا اگر ما بخوایم این ست میشون در داخل خود ست باشه، سعی کنین چه قسم ما ست کلی رو میگم ست مجموع کسایی که تماشا میکنه برنامه کنکور در خانه رو میبینه تعقیب میکنه. حالا یک ولایت کابل هست، ولایت بامیان هست، مزار هست، هرات هست. حالا کسایی که در هرات میبینه میشه یک ست، کسایی که در کابل میبینه میشه دومین ست، کسایی فرض کن در بامیان میبینه سومین ست. کل ولایت ها را اگه بگین 34 تا ست. حالا در داخل این ست ممکنه یک زمانی عناصر ست خودش ست باشه. خب حالا اگر بیایم چند تا نمونه بگیم براتون، حالا ارا اگر به شکل یک، حالا دو، سه و چهار ارائه کنیم، اینی شد یک ست. حالا این یک ست است که چهار تا عنصر داره. کدام عنصر؟ عنصر یک، دو، سه و چهار. حالا میشه یک زمانی از ست بی رو معرفی کنیم به شکل اگر بگیم ای باشه آقا احمد، ای باشه الیاس، فرض کن ای باشه علی و نقطه نقطه. حالا این شد مجموعه از اشخاص. حالا علی احمد آمده، الیاس آمده، علی آمده، این شد یک ست. حالا یک زمانی دیگه ممکن است یک ست سیر معرفی کنیم که در داخل خود ست داشته باشه. براتون نمونه گفتم، گفتم حالا ما ست مجموعی بحث میکنیم، یک ست کلان کسایی که برنامه کنکور در خانه را تماشا میکنه، این یک ست میشه. حالا یک ست دیگه ای که ولایت مندی میکنه، میگم کسایی که در کابل حالا میبینه، او کسایی که در مزار میبینه، هرات میبینه، بامیان میبینه، میدان وردک. حالا اینا اگر ما بگیم هرات چند نفر میبینه، او میشه یک ست. حالا یک ست دیگه میشه مزار، یک ست میشه دیگه کابل و همچنان میدان وردک، کلش چند؟ 34 تا ست میشه. پس فکر کنین او به این شکل ارائه میشه. فرض کن میگم ست سی مساویست با یک و دو، حالا یک ست شد.
فکر کنین ست کسایی که کاول میبینه. حالا یا ست فرض کنین، یک ست دیگه میگم A و B و چند C. حالا ست دیگه عنصر زی ممکن است باشه 10 و 20. حالا ست دیگه ممکن است اصلا تنها به تنهایی چند باشه؟ یک باشه. پس این هم شد ست چند C. پس شما این تا از بر کن شاگردای گرامی، تنها میتونه هم عناصر مستقل عنصر یک ست باشه، هم میتونه اصلا یک ست از عناصر ست دیگه باشه. حالا ست یک و دو یک ست است، ولی عضو عنصر چی است؟ سی است. خب بعد آن چیزی که در داخل ست میآید اونا رو به نام عناصر ست یاد میکنه، اعضای ست یاد میکنه، تشکیل کننده ست یاد میکنه. اگه بخوایم تعداد اونا رو حساب کنیم، اونا رو به n نشان میدین. زمانی که میگین n a، یعنی تعداد عناصر a. حالا بیان چند تا عضو داره عنصر a؟ حالا میبینیم 1 2 3 4، پس میگین برابر هست با 4. حالا اگر بخوایم تعداد عناصر b رو دریافت کنیم، میگم عناصر b میشه n b مساوی است با، فکر کنین دیگه اصلا نقطه نداشته باشه، احمد باشه، الیاس باشه، علی. حالا چند نفر اینجا نمایش نوشته شده؟ 3 نفر. پس تعداد عناصر چند است؟ 3 هست. بعد اگر بخوایم تعداد عناصر ست سی رو پیدا کنیم، حالا یه خیلی دقت کنین، زمانی که یک ست در داخل ست آمد، اگر این کار کردین اشتباه است. کدام؟ بخواین حساب کنین بگین 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. اگر کلیک کنیم که ست سیتان 8 عنصر داره اشتباه است. زمانی که یک ست دقت کنین، اگر آمد در داخل ست، فقط و فقط به حیث یک عنصر حساب میشه. یعنی چی؟ اینی هر ستی که هست غرضی نداره، ولی یک عنصر حساب میشه. پس این میشه یک عنصر، این دو عنصر، سه عنصر و چند عنصر؟ 4 عنصر. پس ست سیتان برابر هست با 4 عنصر. پس ست تعداد عناصر ست A شد 4، تعداد عناصر ست B شد 3، و تعداد عناصر C تان هم شد چند؟ 4 عناصر شد. فقط یک نکته را که خیلی دقت کنین است که اگر یک ست در داخل ست آمد، با تمام اعضای خود به حیث یک عنصر قبول میشه. حالا یک عنصر، یک عنصر، یک عنصر میشه 3 تا عنصر، و این عنصر دیگه هم چه میشه؟ 4 تا عنصر. این بود از موضوع ست ها. اما ست ها را آنچه که ما به کار دارم چیست؟ اتحاد ست ها، تقاطع ست ها و تفاضل ست ها را کار داره. حال ما سه موضوعی که خیلی به درد ما و شما میخوره، او یه هست شماره 1 اتحاد ست ها، A با B، اینی میشه اتحاد. شماره 2 اگر نوشته کردیم A با این شکل، این میشه تقاطع. و سوم اگر نوشته کردیم این منفی B، این میشه چه؟ تفاضل. پس یه هست اتحاد ست، یه هست تقاطع ست، تقاطع ست ها، و یه چه هست؟ تفاضل ست هاست. تفاضل ست ها. خب ست ها، حالا دقت کنین تقاطع یعنی چی؟ سعی کنین یک سوالی که پیشتر براتون گفتم اینی میره فقط میگم براتون. فکر کن ما میخوایم اتحاد بفهمیم تمامی کسایی که برنامه کنکور در خانه رو میبینه چند نفر است. فکر کن در کابل باشه 3000 نفر، فرض کنین. بعد در مزار باشه 2000 نفر، فرض کن. در بامیان باشه 3000 نفر، بعد در میدان وردک باشه فرض کن 2000 نفر. حالا اگر ما میخوایم میگم کل افغانستان چند نفر میبینه، پس این میشه مجموع. حالا کسایی که در کابل میمد یک ست شد، کسایی در مزار دو ست، میدان سه ست، و همچنان بامیان ست چهارم. حالا میخوایم اگر کل از را جمع کنم، اون میشه چی؟ اتحاد ست. اگر بخوایم تقاطع، تقاطعش یعنی چی؟ فکر کنین بچه، یک زمانی شما یک صنف 20 نفری دارین، یک صنف 20 نفری فرض کن صنف الجبر باشه، و یک صنف بعد از او دارین کیمیا، فکر کنین باشه 30 نفر. حالا میخواین که یک زمانی از صنف الجبر چند نفر در صنف کیمیا هست، این زمان میشه تقاطع. اگر بگیرین فرض کن 3 نفر مشترک باشه، پس 3 تا نفری اگر باشه هم در الجبر درس بخونه و هم در کیمیا، پس این میشه تقاطعی شد. حالا تفاضل، میگم کسایی که در صنف الجبر شرکت کنه ولی در صنف کیمیا شرکت نکنه، فرض کن باشه 10 تا، باز اون زمان میشه میگین 10 نفر هست در ست A شامل است ولی در B شامل نیست. یعنی درس های الجبر میخونه ولی درس های کیمیا رو درس نمیخونه. این میشه چه؟ تفاضل ست ها. حال اگر بیایم ما به ارتش چی کنیم؟ تعریف کنیم، میگم A اتحاد با B، این تو معنا میده. دقت کنین میشه X ها، این او عناصرش است X، طوری که x شامل در a باشه، یا اینی خوانده میشه یا
x شامل در b باشه. سیک کنین اگر یک تا عنصری را از اتحاد میگیرین این برایتان آدرس میده، میگه یا در a شامل است یا در b شامل است. این مجموعه از عناصر a و b را در بر میگیره. حالت دومش اگر میگیم a تقاطب با b، یعنی x ها، یعنی عناصر a تقاطب b x های میشه که کدام x ها؟ طوری که x هم در a شامل باشه و اینی کلمه چی میشه؟ و ام x در b، این سمبول است و خوانده میشه و در b. حالا چی معنا؟ میگه او x های را تقاطع در بر میگیره که هم در a شامل باشه و هم در b. اینه در هر دو مشترک باشه. مشترک به نام چی یاد میکنه؟ تقاطع یاد میکنه. و همچنان گزینه سوم تفاضل با b زمانی که تعریف کنیم این قسم تعریف میکنیم، میگیم عناصر که در a هست اما عناصر در b شامل نیست، یعنی x های هست عنصرش که x شامل در a هست، اما ایش چیست بچه ها؟ اما ایش چیست که x شامل در b نیست. x شامل در b نیست. میبینین حالا عنصر در a شامل است اما در b شامل نیست. حالا شما میتونین یک زمانی بگین b تفاضل a، یعنی چی؟ عناصری که در b شامل باشه اما حالا در a شامل نباشه. پس ایره چه قسم تعریف میکنین؟ میگین او x هایی را در بر میگیره طوری که x شامل در b باشه اما x شامل در a نباشه. حالا یه هم آسان تعریف کردین، گفتین او عناصرهایی که حالا در b هست اما در a وجود نداره، به این میشه تفاضل b منفی a. خب حال اگر بیاین اینا با یک مثال تطبیق کنیم چی میگیم؟ اگر ست a را معرفی کنیم با 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9, 10. حالا ست a تان 1, 2, 3 تا 10 شد و ست b را معرفی کنیم به شکل بگیم 2 باشه، 4 باشه، 6 باشه و همچنان 8 باشه، 10 باشه و 12 باشه، 14 باشه. حالا میخواییم که هر چهار گزینه از این تطبیق کنیم. شماره 1 میخواییم که A اتحاد با B رو پیدا کنیم. A اتحاد با B رو هیچ نگرانی نکنین. آنچه که عنصر A بود تمامش رو نوشته کنین، آنچه که عنصر B بود هم تمامش رو نوشته کنین. بیاین نوشته میکنیم. ای چند است؟ 1, 2, 3, 4, 5 و 6، 7, 8, 9 و 10. حالا عناصر B رو نوشته میکنیم، هست 2, 4, 6, 8، 12 و 14. این شد عناصرش. ولی در تیوری ست ها این گپ را مد نظر بگیرین که عناصر تکراری در ست یک بار نوشته میشه، فقط و فقط یک بار. حالا ببینیم کدام تکرار نوشته شده. 2 تکرار نوشته شده، 4 تکرار نوشته شده، 6 تکرار نوشته شده، 8 تکرار نوشته شده. فقط و فقط یک دانشتر نمونه میگیرین، میشه 1, 2, 3, 4, 5, 6، حالا 7, 8، 9، 10 یا 12 و چند شد؟ 14. پس این شد تقاطع. حالا اگر ما میایم امی تعریف تطبیق کنم، گفت او x های را در بر میگیرم که x یا در a شامل است یا در b. حالا بیاین ما امور تطبیق میکنم در اینجا، میکنم دست خود بالای عدد 10، میکنم عنصر 10 که در اتحاد a با b شامل هستی تو کدام مربوط کدام ست اولی بودی؟ زمانی که دست خود بالای ده میگیرم صدا میده، میگه آقا جان من مربوط به ست اولی بودم، این چند؟ 10 بودم. حالا اگر میایم میگم عناصر 6، آقا جان تو مربوط به کدام ست بودی که در اتحاد شامل شدی؟ دست خود بالاش میگیرم صدا میده، میگه من هم در ست A شامل هستم و هم در ست B شامل هستم. یا اگر عددی 14 میگم آقا 14 تو دو کدام شامل بودی؟ 14 صدا میده، میگه من در ست B شامل بودم. پس حالا شد عناصری از یا هر دوری جمع کردیم یک تا ست شد، اونش اتحادی ست ها. حالا اگر میگم تقاطع ست ها، میگم A تقاطع با B. تقاطع با B گفتیم معناش عناصر مشترک معنا میده. حالا عناصر مشترک کدام عناصر مشترکه؟ میبینیم حالا 1, 2 مشترک است، دیگر 4 مشترک است و 6 مشترک است و 8 مشترک است. پس بنابر این دیگه عناصر مشترک نیست، پس تقاطع یا عناصر مشترک میگیرن. پس عناصر مشترکش از 2, 4 و 6 و چند؟ 8.
حالا اگر بیاییم این تعریف اینجا تطبیق کنیم که چی معنا؟ حالا زمانی که میاییم ما دیگیم عددی عشت، آقا جان تو کدام ست شامل بوده که آمده در اعتقاد و بابی شامل شدی؟ عشت میگه ما در هر دو ست شامل بودم، عنصر مشترک بودم. یعنی چی؟ هم درس الجبر میخوندم هم کیمیا. این زمان میشه مشترک. هم آقا عشت میگم گجایه، میگه هم در ست بی شامل هستم و هم در ست ای. از او خاطر جرأت کردم که در اعتقاد و بابی نوشته شدم. خب بعد گزینه سوم زمانی که میخواییم دریافت کنیم میگیم تفاضل بی. اینی تفاضل چی معنا کردیم؟ گفتیم او عناصری که در ای شامل شود اما در بی شامل نباشه. حالا میبینیم کدام عناصر؟ این عناصر مشترکه و بی این دو تا عنصر اضافی داره، اصلا در اونجا وجود نداره. پس عناصر مشترک حذف میشن. به خاطر چی؟ هم در است هم در بی. این چه معنا میده؟ عنصری که در بی باشه اما اصلا در ای وجود نداشته باشه. میبینیم کدام است؟ میگم عنصر های ای، اوی که در بی نیستین برای من خود نشان بدین. از بالا میگه یک هستم در اون شامل نیستم. میگه سه و چند؟ پنج، عدد هفت و عدد 9 و 10. پس این عناصر است که در ست بی شامل است اما جرأت نکرده که در ست چی شامل شه. در ست ای شامل است اما جرأت نکرده در ست چی شامل باشه؟ بی شامل باشه. حالا گزینه چهارم میتونیم دریافت کنیم بی تفاضل ای. حالا زمانی که میخواییم بی تفاضل ای رو پیدا کنیم چی میشه؟ معنا میده که عناصری که در بی شامل باشه اصلا وجود نداشته باشه در این. خب میایم سراغ ست بی، میگه آقا جان ست بی تو کدام عنصری داری که اصلا در ای شامل نباشه؟ میگه بله. میگه کدام عنصر؟ میگه دارم. کدام عنصر؟ خب این ده هم مشترک است، اینو حذف میکنین، این ده هم در دو چی است؟ مشترک. پس از ست مشترک در اینجا قسمت دهش باقی مانده بوده. خب حالا ده. خب زمانی که گپ هست میگه عناصری که دارم در خودم شامل است اما در ای شامل نیست فقط و فقط 12 و 14 است. پس بنابراین بی تفاضل ای میشه 12 و 14 میشه. 12 و چند شد؟ 14. با این میگه چه؟ تفاضل بی باه. اینه بود از تمام موضوعات سته که حالا ما ضرورت دارم با او بحثا. پس اینه را یک تکرار کردیم. شما میتونین با برنامه کانکور در خانه باشین و تمام چیز رو به طور مفهومی یاد بگیرین و خیلی هم آسان. پس حالا موضوع جدید را آغاز میکنیم که به نام انتروال ها یاد میشه. موضوع بعدی هست انتروال ها. زمانی که انتروال ها میگیم پس بنابراین موضوع دومیتان هست. این موضوع اول، موضوع دوم هست انتروال ها. انتروال ها. خب انتروال یعنی چی؟ خود کلمه انتروال انگلیسی است، به معنی فاصله معنا میده. اما اگر زمانی ما بخوایم این تعریف ریاضی کنیم حالا چی میگیم؟ میگیم انتروال تعریف کردیم اینجا. میگیم انتروال هرگاه A و B دو عدد حقیقی باشند طوری که A کوچک از B باشد، طوری که A کوچک از B، در این صورت انتروال های عددی قرار زیل تعریف میشه. کدام هست؟ اول گفته انتروال باز، گفته ست تمام اعداد حقیقی X واقع در بین A و B را به نام انتروال باز A تا به B گفته میشود و آن را به شکل A و B مینویسند. یعنی A و B مساویست با X هایی که شامل در R باشه این اعداد حقیقی و X بزرگ از A کوچک از B باشه. حالا قبل از اینکه این موضوع رو براتون تشریح کنم حالا یک موضوع خیلی کلیدی را فقط یک چند دقیقه توجه کنید. او چی است؟ او هست به نام محور اعداد. به نام محور اعداد. محور اعداد یعنی چی؟ محور اعداد. خب محور اعداد عبارت از خط مستقیمی است که مبدای آن صفر بوده، از صفر به سمت راست عددهای مثبت قرار داره و از صفر به سمت چپ عددهای منفی قرار داره. حالا ببینین چی میشه. اگر ای باشه آقا صفر، از صفر به سمت راست عددهای مثبت قرار داره و از صفر به سمت چپ عددهای چه قرار داره؟ منفی قرار داره. حالا تمام یک خط از بی‌نهایت نقطه تشکیل میشه. این برای ما هندسه میگه، میگه یک خطتون از بی‌نهایت نقطه تشکیل میشه. خب هر نقطه‌ای که در روی این خط قرار میگیره نمایندگی فقط و فقط از یک عدد میکنه.
حالا اگر زمانی از شما سوال میکنه از صفر تا بی نهایت چند تا عدد قرار داره، صریحا جواب میدین، میگن یک قطعه خط هست و یک قطعه خط بی نهایت نقطه داره، پس بنابراین بی نهایت عدد اینجا وجود داره، بی نهایت عدد. پس بنابراین اگر این عدد یک باشه، این دو باشه، فرض کن سه باشه، عدد بعدی چند باشه؟ چهار باشه. حالا موضوع دیگه ای که براتون اشاره میکنم خیلی دقت کنید و خیلی مفهومی براتون میگم ایست که آیا در بین دو و سه اگر سوال کنیم از شما چند تا عدد وجود داره در بین دو و سه؟ اکثر خود در صرف زمان سوال میکنیم میگه ده تا. به خاطر چی؟ اون میگه یک است، صفر اشاره یک، اشاره یک، یک اشاره دو، یک اشاره سه، یک اشاره چهار، فکر میکنه ده تا است. ولی من براتون چی گفتم؟ گفتم هر نقطه از این نمایندگی از یک عدد میکنه. حالا ببینین از یک تا به دو یک قطعه خط کوچولو ندارین، پس زمانی که یک قطعه خط دارین یک قطعه خط از چند تا نقطه تشکیل میشه؟ صریحتا از هندسی صنف 6 براتون جواب میگه، میگه یک قطعه خط بی نهایت نقطه داره. پس گزینه پیشتر ما چی گفتم؟ گفتم هر نقطه از این نمایندگی از یک عدد میکنه، پس بنابراین بی نهایت نقطه داره، پس بی نهایت چی داره؟ عدد داره. پس میگین در بین هر دو عدد روی محور اعداد بی نهایت دانه عدد وجود داره. پس اگر سوال کنم یالی از صفر تا یک چند تا عدد وجود داره، حتما جواب میدین بی تا بی نهایت عدد. حالا گزینه بعدی که براتون خیلی دقت و مفهومی یاد بگیرین او چی هست؟ فکر کنین که تمام اعداد روی ازیح وجود داره. حالا من بارهایی رو میگم ولی ممکنه تعریف چی نباد. فکر کنین که امی صفری که ما این همه بزرگ نوشته کردیم یک تا آینه دایروی باشه. فکر کن یک آینه هست. پس آنچه که در پیش روی آینه هست، آنچه که پیش روی آینه هست یک آینه چی هست؟ مستوی هست، به شکلی دایروی. حالا زمانی که شما پیش روی آینه ایستاد میشین میخواین خود آرایش کنین، آیا تصویرتون اونج تشکیل نمیشه؟ تصویر شما با چی نشان میدین؟ منفی نشان میدین. قبول دارین؟ خب زمانی که قبول دارین پس بیاین بگین اگر یه آینه باشه، حالا آینه رو سمت میگیرم، تمام اعدادی که اینجا وجود داره تصویرش مقبول اینجا تشکیل نمیشه. پس بنابراین اگر این یک هست تصویر ازی پس چی میشه؟ منفی یک. اگر این دو هست پس تصویر ازی چی میشه؟ منفی دو. اگر این آقا جان سه هست تصویرش پس چی میشه؟ منفی سه. اگر این چهار هست پس تصویرش چی میشه؟ منفی چهار میشه. به می ادامه پیدا میکنه. پس این شد از دیگر. اگر دوم موضوع دیگر، زمانی که اینجا گفتیم میره به سمت بی نهایت، توجه داشته باشین هیچ زمانی غلط نکنین، بی نهایت عدد نیست، عدد نیست. زمانی که بی نهایت عدد نباشه پس تصویرش هم اینجا وجود نداره. با او خاطر اگر اینو میگم مثبت بی نهایت، پس این میشه منفی بی نهایت، به خاطر تصویری است. پس زمانی که تصویرش هست، پس اگر یک زمانی چرا عدد نیست استان پرسان کرد، بگو آقا جان یک زمانی فکر میکنم که عدد آخری ما باشه 100,000، آیا یک جمع یک چند میشه؟ دو. پس 100,000 جمع یک چند میشه؟ 101,000. پس عددی بعدی پیدا شد. اگر میگم یک زمان ختم اعداد من فرض کنین 100 فکتوریال باشه، پس عددی بعدی تا میشه بشه 100 فکتوریال جمع یک. پس دیدین ختم اعداد وجود نداره. برای اینکه وجود نداره ما قناعت بدیم آخرین اعداد کجاست، میگیم سمبولش باشه بی نهایت، ولی بی نهایت عددی وجود نداره. وقتی عدد وجود نداره پس ایره متوجه باشین عدد نیست. خب این موضوع بود از روی محور اعداد، زمانی که روی محور اعداد بود. حالا انتروال چی میگه؟ میگه انتروال و یه رو خیلی مد نظر بگیرین که اینی محور به نام محور اعداد حقیقی یاد میکنه، به نام محور اعداد حقیقی. حالا چی تعریف میکنه براتون؟ میگه که هرگاه A و B دو تا عدد حقیقی باشن. دو تا عدد حقیقی یعنی چی؟ یعنی روی این محور وجود داشته باشن، روی از این محور دو تا عدد باشه. گفتیم این اعداد اعداد چی است؟ حقیقی است. حالا عددتون روی از این قرار داشته باشه، ممکن است یک و دو باشه، ممکن است یک و چهار باشه، اما حالا کدام تعریف است کنه باز هم میبینیم. میگه دو تا عدد حقیقی باشن طوری که A کوچک از B باشد. این A تون کوچک، فرض کنی اگر یک و دو را مد نظر میگیریم در روی محور، پس او حتما یک کوچک از دوست.
طوری در این صورت انتروال های زیل طوری زیل تعریف میشه. چهار تا انتروال داریم، دانه دانه براتون تعریف میکنم. اما برنامه امروز تا همینجا به پایان میرسد. برای اینکه درس ها رو به طور خیلی مفهومی و خیلی کلیدی و به خصوص بتونین اصل موضوع درس که ریاضیات واقعا از اون منشأ میگیره و خیلی درس جالب است ریاضیات عالی، بعد از این با ما دنبال کنین. شما برای دنبال نمودن حتما هر روز برنامه کنکور در خانه رو تماشا کنین و همچنان در یوتیوب رفته ابتدا تلویزیون نگاه و بعدن برنامه کنکور در خانه را سیدیایش را بعد ببینین و همچنان دانلود کنین و میتونین در صفحه فیسبوک پیج کنکور در خانه و در تلگرام همچنان کنکور در خانه را دریافت کنین و تمام موضوعات را از اون دانلود نمایید. تشکر از شما، تا برنامه بعدی شما را به الله میسپاریم. امیدوار هستیم درس ها را به طور خیلی مفهومی و کلیدی یاد گرفته باشید.